تو این قسمت از برنامه پلی بک بهتون میگم که چرا ماتریکس با اینکه فیلم بدیه ولی مهمترین فیلم امساله. اول یه سری نکات مثبت و منفیش رو میگم، بعد یه سری نکته ها که احتمالا ندیدین رو رمزگشایی میکنیم با هم دیگه، و بعد میگم چرا فکر میکنم که ماتریکس 4 آگاهانه فیلم بدیه. این برنامه بخش زیادی از قصه فیلم رو لو میده. اگر که هنوز ندیدین ماتریکس رو، برین اول فیلم رو ببینین بعد باقی این ویدیو رو ببینین. اگه اسپویلر براتون مهم نیست که ببینین. اوکی. سلام، من رضا سلاح‌ورزی‌ام و اینجا پلی بکه. قبل از هر چیز دوست دارم که این برنامه رو تقدیم بکنم به کسی که همیشه از ابتدای شروع پلی بک همراه ما بود، حامیمون بود و با نظراتش همیشه بهمون انرژی مثبت میداد، ولی الان دیگه بین ما نیست. دوست دارم که این برنامه رو تقدیم بکنم به امیر حسین. ماتریکس 4 ساخته لانا واچوفسکی 2021، ژان فانتزی اکشن، IMDB 57، راتن تومیتوز 65، متاکریتیک 64. همه تقریبا بدی های فیلم رو گفتن و از اونجایی که ما آدم های مثبت گرایی هستیم اول خوبی ها شد. توی سه فیلم قبلی برای باز کردن پورتال به باج تلفن احتیاج داشتن، ولی اینجا توی سکانس قطار توضیح میده که نه تنها ماشین ها بلکه آدم های آزاد هم تکنولوژیشون پیشرفت کرده و آپدیت شده. به نظرم ایده باحالی بود، با فرم بازی کرده، اما جز معدود موضوعاتیه که به محتوا دست نزده. موزیک فیلمو خیلی دوست داشتم و قطعا میدونین به خاطر قوانین کپی رایت یوتیوب نمیتونیم پلیش بکنیم اینجا، ولی برای کسایی که مثل من موزیکو دوست داشتن، اسم ترک وایت رابیت یا خرگوش سفید با صدای جفرسون ایرپلین، درست خوندم؟ که یه موزیک خیلی قدیمیه ولی به خاطر هماهنگی متن ترانه با قصه فیلم ازش استفاده کردن و به نظر میاد خوش ریتم ترین سکانس های فیلمه. حتی از سکانس های اکشن هم ریتم بهتری داره و یکی از بخش های مهم فیلمه. جلوتر میگم چرا مهمه. سکانس پرت کردن عینک هم دوست داشتم. با یه دقت خیلی ریز میتونیم متوجه بشیم که عینک آنالیست آبی رنگه و میدونیم که قرص آبیه که نئو رو توی دنیای ماتریکس نگه میداره. وقتی عینک رو پرت میکنه جاییه که نئو واقعیت رو میدونه و به نظرم واچوفسکی داره یه تلنگر به مخاطبش میزنه و میگه میدونم این مدلی سریزا رو دوست دارین، میذارم توی کار ولی اصلا نمیخواد دنبالش بگردین، خودم میگم. یه چند تا منفیاش هم بگیم. بدترینه شروع میکنم. مورفیوس به معنی واقعی کلمه شخصیت رو نابود کردن، هم از خرج کردن بی حدش، هم از شوخ و شنگ بودن شخصیت که خیلی عجیب بود و اصلا به مورفیوس نمیخورد، هم از انتخاب بازیگرش. نمیدونم قصه دقیقاً چیه، شاید با لارنس فیشبورن به نتیجه نرسیدند و شاید هم اصلا انتخابشون نبوده، ولی در هر صورت بدترین انتخاب و ممکن رو برای کاراکتر مورفیوس داشتن. مهمترین استفاده که ازش کردن اون صحنه انتخاب قرصا است که بازسازی باز فیلم اوله و دیگه بعد از اون هیچ فرقی نمیکنه. هیچ کار خاصی نمیکرد ولی همش بود عین باقی کاراکترها. یعنی اصلا کلا نابود کردن مورفیوس. و بدترین بخشش مواجهه این دو نفر تو دستشویی بود. بلشکو بریم بعدی. یه ذره بد دهن دارم میشم. بریم بعدی. طبیعتاً بعد 20 سال سی جی آی فیلم طبیعتاً بعد 20 سال کیفیت سی جی آی فیلم هم خیلی بهتر شده، ولی این بهتر شدنه اصلاً در راستای کلیت کار نیست. اتفاقاً از اون چیزایی که من ترجیح میدادم که مثل 20 سال پیش میمون اورجینال تر بود. کالریته سبز رو چرا حذف کردی؟ زن حسابی. یکی از اصلی ترین خصوصیات سگانه ماتریکس همین رنگ سبزیه که توی کالر گرید استفاده شده. چرا واقعا؟ چی بودین؟ اصلا رنگ سبز امضای ماتریکس بود. سکانس کتک زدن آنالیست واقعا افتضاحه. از اونجایی که این شخصیت خیلی شباهت‌های زیادی به خالق سگانه داره، به خاطر همین میتونم بگم که کاراکتر خالق رو هم نابود کردن. افتضاح مطلقه. ببین ما یه نمونه از این سبک تحقیر کردن ویلن توی اونجرز 2012 داریم. همون سکانسی که لوکی داره خیلی قلدری میکنه، هالک برمیداره میکوبتش به در دیوار. قالب رو در نظر بگیریم. اون فیلم بنمایه طنز داره. به خاطر همین دیدن همچین حقارتی برای ویلن کاملا توجیه شده است. اصلا خیلی هم باحاله. خیلی مخاطب حال میکنه باهاش. اینو مثال زدم که بگم این طنز توی این قالب نمی گنجه. استفاده خوبی نبود. این بده. برگزیده شدن ترینیتی که دیگه خود بالیووده. یه سگانه برای مخاطب شخصیت پردازی کردی برگزیده رو و ته شد نئو. چی دادی از ترینیتی که ته داستان این میشه آرک شخصیت که بتونه پرواز بکنه؟ راجب این یکی توی پایان بندی توضیح میدم که چرا اصلا ربطی به فیلمنامه و شخصیت پردازی نداره و صرفا برمیگرده به سیاست‌های هالیوود. میگم آخرش. خب
بریم سراغ قشنگ بود نه؟ بریم سراغ بخش جذاب رمزگشایی نکات پنهان فیلم. خیلی خوب. خیلی هوشمندانه و غیر مستقیم به درگیری جهان با ویروس کرونا اشاره میکنه. یکی تو این صحنه از قطار و داخل دنیای ماتریکس و دومی توی این پلان از دنیای واقعی که اگه به متن روی در توجه بکنیم نوشته ریسک بالای ابتلا به عفونت که داره غیر مستقیم راجع به کرونا صحبت میکنه. قبل از اینکه بگه نئو رو توی دنیای ماتریکس همه با چه شمایلی میدیدن، دو بار چهره واقعیشو به اون نشون داده. اولی توی این پلان از آینه و دومی توی پلان کافه و بازتاب چهرهش توی شیشه میز. که اصلا منطقی به نظرم نمیاد. چرا باید مخاطب با چهره کیانو ریوز میدید شخصیتو و باقی کاراکترهای داستان با یه چهره دیگه؟ خب تا برملا شدن حقیقت میتونستی به ما هم با همون چهره فیک نشونش بدی دیگه، جذابتر نمیشد؟ البته نه دیگه، کیانو ریوز دیگه نمیتونه نصف فیلم نشونش نده که، باید میبود دیگه. اوکی ردیف. تو این سکانس بازیگر مناف تایچی 2013 رو میبینیم که داره با نئو مبارزه میکنه. تایگر هوچن و کیانو ریوز توی فیلم من آف تایچی با هم همبازی بودن. بعد از مبارزه‌شون نئو بهش میگه که هنوز کنفو بلدم. داره اشاره به اون فیلم میکنه. چراشو نمیدونم. ولی داره اشاره میکنه این مستقیما. بازیگر آنالیست رو یادتونه کجا دیدیم؟ هیچکی یادش نمیاد. نیل پاتریک هریس بازیگر نقش بارنی توی سریال هاو آی مت یور مادر. چرا واقعا کی انتخاب بازیگر کرد برای این؟ جسیکا هنویک رو هم که احتمالاً طرفدارای گیم آف ثرونز یادشون میاد، نقش نیمریا رو تو اون سریال بازی میکرد، همون دختر بامزه. عکسش رو میذارم اینجا ببین. اون سه تا دختره بودن خواهرا. دیالوگ من اجتناب ناپذیرم از زبون ویلن فیلم یه جورای خاص محسوب میشه توی سینما، به خاطر اینکه اولین بار از زبون تانوس توی فیلم اینفینیتی وار اونجرز شنیدیمش. اینجا هم استفاده آنالیز دقیقاً از همون جمله در برابر قهرمان فیلم به نظرم نمیتونه اتفاقی باشه و داره اشاره به فیلم‌های مارول میکنه. اسم کافه‌ای که میرفتن سیمولت است که شباهت زیادی به کلمه سیمولیت داره، به معنی شبیه سازی. کل دنیای ماتریکس یه شبیه سازیه. خیلی خب، بریم سراغ تحلیل من از اتفاقات و حواشی ماتریکس لانا واشوفسکی. دیدم فیلمو و به نظرم به شدت منزجر کننده اومد و اصلا قصد نداشتم براش برنامه‌ای بسازم. اتفاقی یه مصاحبه از تهیه کننده فیلم دیدم که اونجا میگه ماتریکس 4 چه با حضور واشوفسکی به عنوان کارگردان و چه بدون حضور اون قطعا ساخته میشد. و یاد دیالوگ اسمیت افتادم که دقیقا همین جمله رو به نئو میگه و عملا تایید میکنه که ساخت ماتریکس 4 یک اجبار از طرف کمپانی وارنر بوده. بعدش مجاب شدم که دوباره بشینم فیلمو ببینم و تازه متوجه شدم که چرا اینقدر فیلم بده. چطوری واچوفسکی هوشمندانه و با آگاهی کامل یه فیلم بد ساخته؟ چرا مطمئنم که آگاهانه بوده و نه از روی غفلت؟ الان میگم. من تا حد زیادی مطمئنم که سکانس برینستورم نویسنده های بازی الهام گرفته از برینستورم نویسنده های خود فیلمه و اتفاقاتی که اونجا افتاده و صحبت هایی که کردن رو توی این سکانس استفاده کرده. یه پلی بک بکنیم اون سکانس رو. بچه ببینیم پلی بک. یکی از افراد اون برینستورم واژه گیم چنجر و دوتا کلید واژه ابتکار و نوآوری رو برای بازیشون استفاده میکنه که داره اشاره به نوآوری های سگانه ماتریکس میکنه که تا نسل ها بعدش روی سینمای جهان تاثیرگذار بود. اولش چند تا دغدغه رو گروه مطرح میکنه که انتظار مخاطب از ماتریکس 4 مثل بازی کردن با مغز یا یعنی اینکه مردم دوست دارن وارد سلولای خاکستریشون بشین. بعدش موضوعاتی که بینشون مطرح میشه چیان؟ کاپیتالیسم، دگردیسی، مسئله همجنس گرایان، بحث بولد شدن کاراکترهای زن که اون داستان بیمنطق برگزیده شدن ترینیتی رو داشت همراهش. تماما اینا از مباحثی بلند میشن که موضوعات روز هالیووده و کمتر فیلمی الان از امریکا بیرون میاد که اشاره به یه دونه از اینا نداشته باشه. داره میگه ما موقع نوشتن فیلمنامه باید این خط مشی رو میذاشتیم جلومون و قصه رو حول اون مینوشتیم. اگه خاطرتونم باشه یکی از همون شخصیت‌ها یه دیالوگ خیلی باحال میگه، میگه نمیتونم چیزایی که دفترچه راهنما دارن رو تحمل بکنم. اشاره به همین خط مشه. یه جای دیگه‌ش یه نفر میگه که ماتریکس 4 نباید یه ریبوت یا بازسازی باشه، که یه نفر باهاش مخالفت میکنه. چرا نباشه؟ ریبوت خوب میفروشه. جان ریبوت یعنی چی؟ ریبوت یعنی بازسازی. خیلی دیالوگ مهمیه. هجوم هالیوود به قصه های قدیمی و ریبوت کردنشون توی سالهای اخیر یادتون بیارین. پیشنهاد میکنم یه بار دیگه این سکانس فیلمو با یادآوری این چیزایی که الان گفتم
بریم ببینیم. واچوفسکی توی همین یه سکانس تمام اجبارها و ناخواسته هایی که کمپانی وارنر بهش تحمیل کرده رو عین یه کد برای مخاطب واقعی ماتریکس گذاشته که بگه این فیلم من نیست، اجبار وارنره. ماتریکس واسه واچوفسکی عین بچه‌شه. وقتی قراره نابودش بکنن، خب آدم ترجیح میده خودش این کار بکنه دیگه. خیلی خب، به نظرم دلیلی که قبول کرده این فیلمو بسازه اینه. البته شاید هم این نباشه، میگه که خب میخوان پول بدن دیگه، چرا یکی دیگه ببره وقتی ماتریکس مال منه؟ خودم میسازم، خودم پولشو میبرم، اصلا مال خودمه، مال خودمه، نمیدونم. یه سری اعتراضات پنهان دیگه هم واچوفسکی توی فیلم داره. دیالوگ من اجتناب ناپذیرم از مارول رو خاطرتون هست که گفتم. مارول پرفروش ترین فیلم های دهه اخیر سینما رو ساخته. با اشاره به اونجرز داره به کمپانی میگه که شما اینو از من میخواید که فیلمی بسازم که بتونه بفروشه مثل مارول. با همه این اوصاف چرا ماتریکس 4 فیلم مهمیه؟ چون ماتریکس نیست، یه فیلم دیگه است در نقد سیستم سرمایه‌داری صنعت سینمای هالیوود. چقدر جمله سختی بود. یه فیلم دیگه است در نقد سیستم سرمایه‌داری صنعت سینمای هالیوود در قالب ماتریکس، که از هوش بی‌نظیر واچوفسکی فقط بلند میشه این مدل اعتراض کردن. ماتریکس 4 آگاهانه توی قصه، نه فیلمنامه، توی قصه و تولید فیلم بدیه و بدون اینکه آگاهانه فیلم بد ساختن خیلی سخت داره. واچوفسکی این کارو کرد که شاید با شکست دنباله سگانش بتونه یه نقدی بکنه به ریبوت ساختن‌های اخیر و با ضرر مالی که به وارنر میزنه شاید از ساخت ماتریکس 5 منصرفشون بکنه. دمت گرم. بفهم. واچوفسکی نه پول نده بابا. دمتون گرم که این برنامه رو تا انتها دیدین. اگه با محتوای کانال ما حال میکنین، یادتون نره که سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین که تا محتوای جدید گذاشتیم با خبر بشین. نظرتون هم توی کامنت ها برامون بنویسین، چون میدونین که روی کیفیت برنامه های بعدی قطعا تاثیر گذاره. مخلص.